همچنین که عرض کردم در قسمت بعدی شعری هست از خانم مهوش ثابت که میخواستم براتون بخونم. ایشون علاوه بر این که سالها عضو یاران بودن، شاعر زبردستی هم هستن. من امیدوارم که مجموعه اشعار ایشون رو حدود یک ماه آینده روی اینترنت چاپ کنم. یکی از این اشعار امشب برای شما میخونم که همین یکی دو ماه پیش ایشون سرودن، به اسم محلکه. محلکه یعنی محل هلاک شدن. طبیعتاً اسم به نظر بسیار غمگین و منفی میاد و محلی که در اون الان ایشون و فرخ‌خانم زندگی میکنن نیازی به توصیف نداره. یکی از بدترین زندان‌های ایران هست، زندان رجای شهر در گوهردشت نزدیک کرج. این شعر به خصوص شما متوجه خواهید شد که در سراسر این شعر مصرع اول تاریک و غم‌انگیز هست و مصرع دوم پر از شور و عشق و محبت و روحانیت، نبرد تاریکی و روشنایی است. و خواهید دید که ایشون با وجود اینکه در بدترین شرایط ممکن دارن زندگی میکنند، مثل کوه استوار ایستادند و مثل عاشق حاضرن جونشون رو در راه بقیه فدا کنند که بلکه آیندگان زندگی بهتری داشته باشن. این رو شما در این اشعار، در این شعر و ابیات مختلفش خواهید دید. همین دیروز خبردار شدم که به خاطر اینکه زنهایی که در قسمت بند نسوان با ایشو با فریبا خانم و مهوش خانم همسلولی بودن، به خاطر محبتهای بیش از حدی که این دو به اونها کردن و اونها جذب مهوش و فریبا شدن، اول تهدیدشون کرده بودن که اول از طریق برنگو به بقیه گفته بودن که به اینها نزدیک نشید. وقتی دیدن بقیه به حرفشون گوش نمی کنن، مهوش و فریبا رو تهدید کرده بودن که به یک سلول به خصوصی خواهم بردشون که یک خانم قاتل، خانم فاطمه ایراندخت، که یک شخص رو قبلا کشته و ایشون در حقیقت از لحاظ روانی هم اختلال داره، تهدید کرده بودن که پیشمون خواهم بردشون. در نهایت تصمیمشون عوض شد، بردن زیر زمین همون زندان گوهردشت که در حقیقت مثل سیاهچال میمونه. به هر صورت در دعا و مناجات مهوش و فریبا رو فراموش نکنید. و اما شعر محلکه. آه در این سجن چه با ما کنند، خاک به افلاک چه سودا کنند. تیغ اگر بر رگ ما میزنند، خون به دل لاله صحرا کنند. مهر اگر بر لب ما مینهند، قنچه دهانان لب خود وا کنند. خاک اگر پیکر ما میشود، از گل ما محشر کبرا کنند. جام و سبویی اگر از ما شکست، میکده ها زنده و برپا کنند. پای اگر بر سر ما میزنند، افسر ما گنبد مینا کنند. خار اگر بر سر ما می نهند، زنده جهان از دم عیسی کنند. چاه اگر در ره ما می کنند، یوسف ما شهره دنیا کنند. بیم نداریم ز طوفان چه باک، کشتی نوحی سوی دریا کنند. گر خزفی در ره ما گم شود، تاج جواهر همه پیدا کنند. پای به زنجیر اگر کرده اند، شهبر اندیشه و بیدا کنند. راه به این پیر اگر بسته اند، خیل جوانان همه غوغا کنند. گر همه این بزم تماشا کنند، از چه از این محلکه پروا کنند.